خب آیا سرست در خدمتی؟ من باید بگم که فقط من خواهش میکنم چون خیلی زمانمون محدوده، هرچی کوتاه‌تر حرف بزنیم منم سعی میکنم زمان بیشتری از آنتن بگیرم. این تفکر که دشمن رو یک پارچه میبینه، یعنی این تفکر که میگه آقای نتانیاهو، آقای جورج بوش، آقای کلینتون، آقای اوباما، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خاتمی، هر کسی که مطابق سلیقه و میل ما نمیاندیشه یک دشمن یک پارچه است، این تفکر تفکر براندازان است. این انقلاب مخملی اینجاست. جین شارپ کیه؟ مگه اینا تو ایران ما افراد خلاق و متفکر کم داریم که اونا بیان اینا رو یادشون بدن؟ به نظر من این اندیشه، این تفکر بسیار خطرناکه و این به خصوص اصلا این جذب حداکثری این شعارش. من میتونم یه سوال از شما بپرسم به عنوان موجی بمون یا جوان؟ نه خواهش نه موجی هستم. این من الان مثلا تو ذهنم صحبت حضرت آقا اومد تو ایام فتنه، اینکه گفتم مرزبندی کنید با دشمن. درسته، حتی وقتی اونا دارن به شما میگن که مثلا شما با ما هستین، شما سری مرزتون رو مشخص بکن. آیا این باید باشه؟ نه قطعا نه، فقط این باشه. من دارم میگم در مورد حتی توانایی هسته ای، من اصلا شک ندارم دولت آقای خاتمی پایه‌گذار این توان هسته ای بوده. آقای احمدزاد بخش کوچیکش رو انجام داده. تازه آقای احمدزاد اومده قرارداد سولانا و لاریجانی رو که بسیار به نظر من چیز خوبی نشده تو به نظر من در رابطه با مرزبندی با دشمن، دشمن یک پارچه نیست، متفرقه. یک دولت باید زیرک باشه، به پاسخهای جدیدی به سوالهای قدیمی بده. اینکه هی ما بگیم امریکا و اینا هم که تو ایران هستن، اصلاح طلبا دنباله اونا هستن، مشکل ما رو حل نمیکنه. حتی ما باید داخل امریکا بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها فرق قائل بشیم، با اینکه اونها ذاتشون یکی هست، ولی یک دولت باید از لابی‌های اونجا استفاده کنه، تفرقه ایجاد بکنه، نگذاره وحدت جهانی علیه جامعه ایران شکل بگیره و منافع کشور رو حفاظت بکنه. بنابراین به نظر من این نوع تفکری که کیهان بهش دامن میزنه، حالا یه سری سند رو ردیف میکنه، ولی این تفکر ابوسانه و بسیار به نظر من واقعا این نوع دفاع کردن از اسلام، همون گر تو قرآن بدین نمتخانی ببری رونق مسلمانی است، قرار بوده جامعه اسلامی اینقدر قدرت داشته باشه و اینقدر توانایی داشته باشه که بتونه جوانای خودش رو قانع بکنه که چرا ما با امریکا مرزبندی داریم، چرا با کسانی که در خارج از کشور نشستن و دنبال براندازی هستن مرزبندی داشت. مهمترین چیزی که ما در مقابل اسرائیل نیاز داریم، ما نمیتونیم با اسرائیل دعوامون و خصومتمون ذاتیه، اصیله، ما نمیتونیم با اون کنار بیاییم، ولی برای مبارزه که فقط موشک لازم نداریم یا سخت افزار، به نرم افزار، به جنبش نرم یا نرم افزاری احتیاج داریم. ما باید جامعهمون راضی باشه، باید توش آزادی باشه، مردم درش دخالت داشته باشن، احزاب، مطبوعات، اینها پتانسیل ما رو بالا میبره، اینها قدرت بازدارندگی به ما میده. قدرت بازدارندگی کشور بسیار مهمه در تعاملش با خصم. شما باید اول موازنه قدرت ایجاد بکنید. نمیشه مملکت رو اینطوری با این تصوراتی که آقای شریعت مداری داد اداره کرد و بعد بگیم که به نتیجه میرسه. من اینو قبول ندارم، معتقدم نیستم. برداشت ایشون از نظرات رهبری برداشتی است که نظر رهبره. بنده هم اون نظرات رو، این برداشت رو دارم و میگم به نظر من تقویت کشور برای اینکه در مقابل دشمن بایسته این هست که بتونه از پتانسیل تمام آحاد جامعه استفاده بکنه، امکانات. و به همین دلیل هم هست که من فکر میکنم انتخابات سال 92 در سال آینده بسیار حیاتیه. به جای اینکه اقتصاد و به جای اینکه مسائل دیگه توش معیار باشه، صلح طلبی و ارتباط با جامعه بین المللی مهمترین محور انتخابات سال 92 خواهد شد. بله، عرض شود به حضور شما که ممنونم. احساس میکنم که آقای اسکرزاده اون بخشای قبلی رو یه مقداری ازش عبور کردن که خوبه، منم خوشحالم که از اون عبور کردن. نه اگه وقت بدید بعد جواب میدم. من میخوام عرض بکنم که من اول این عرض میکنم، ببینید میفرمایید این سند ها سنده. خب چیه سند؟ مگه چیه؟ ببینید بحث در اینه که سوالی کردن، من سوال اون قبلش این سوال مقدر رو کرده بودم از شما. وقتی که آقای نتانیاهو با صراحت میگه از اصلاح طلبان بزرگترین سرمایه ما در داخل ایران هستن، چرا هیچ کدوم موضع نمیگیرن؟ هنوز هم حاضر نیستن. چرا موضع نمیگیرن؟ وقتی آقای اوباما میگه ما تکلیف خودمون میدونیم از جنبش سبز حمایت بکنیم، چرا موضع نمیگیرن؟ یک کلمه بیان بگن آقا ما قبول نداریم. این آقای ابوترابی، رحمت الله علیه، شهید ابوترابی، یک گروهی اسمشو توی لیست انتخابات آورده بودن. ایشون اومد یه شبی بعد صحبت کرد، گفت من نمیخوام اسمم توی این لیست باشه.
گفتم چرا؟ ایشون گفتش که به خاطر اینکه من نسبت به منبع درآمد اینا تردید دارم و اسمش رو بعد اطلاعی داد که معروفه. خب شما می اومدین اطلاعی میدادید. اما در مورد اینکه آقا جین شارپ کیه باید عرض بکنم که من الان خدمت شما عرض میکنم کیه. ببینید آقای اسقرزاده، شما میفرمایید که مگر در داخل کسانی نیستن؟ بنده معتقدم هستن و نیستن. شما این شعار معروف رو شنیدید، فشار از پایین چانه زنی از بالا، درسته؟ این شعار مال کیه؟ دوست عزیزم آقای حجاجیان. نه خیر، مال آقای جانکینه. قطعاً عقل آقای حجاجیان 10 برابر جانکین هست. قطعاً در من سند میگم، وقتی که میگم سند رو قطعاً در که حالا یه جمله شما بذارید حرف منم بزنم. این اتفاق در جلسه کارشناسی اتفاق افتاده که آقای جانکین اومده اینجا. آقای ریچارد رورتی 2 بار اومده ایران با اصلاح طلبو برنامه گذاشته. ببینید شما میگید که اینا خودشون بودن، اینا پس کیان؟ اینا برای چی اومدن؟ چرا دقیقاً همونی که اونا میگن عمل میشه؟ معذرت میخوام، مگه ما غیبگو بودیم؟ 2 هفته قبل از اینکه رنگ سبز رو انتخاب بکنن ما در روزنامه نوشتیم به زودی اونا یه رنگی انتخاب میکنن. ای کاش شما همین چیزا رو با دولت آقای احمدی‌نژاد پیشبینی میکردید. الان که بحث شما، من احساسم اینه که یه کمی دارید بحث رو میبرید بین دولت آقای احمدی‌نژاد و دولت آقای خاتمی. بحثی نیست. دولت آقای احمدی‌نژاد مدافع خودشو داره. دولت آقای احمدی‌نژاد مدافع خودشو داره. در زمین اینو این که میفرمایید دارید، اینا مستندات، اینا اومدن. در ضمن ممکنه بگید اونا اومدن حرف خودشون زدن، اینا دنبال نرفتن. بس بس این که اینا دنبال اونا رفتن. ببینید شما یادتونه در جریان جنگ یه موقعی اسرائیلی ها اومدن یه نکته اینو مطرح کردن و گفتن که یه موضوعی رو مطرح کردن از طریق بنگوریون، فرودگاه بنگوریون مصاحبه شد و بعد شما یادتون باشه بعد مطرح کردن این موضوع رو که ایران داره از اسرائیل اسلحه میخره. حضرت امام اومدن در بلافاصله همون شب، حضرت امام در پاسخ فرمودن که ضمن اینکه اینو رد کردن، فرمودن که انقدر اسرائیل خبیثه که میدونه اگه دستش رو تعبیر امام این بود به بحر اکبر هم بزنه نجس میکنه. خب چرا حضرت امام بلافاصله گفتن؟ و این در حالی است، ممکنه بگید که ممکنه گفته بشه که بعد حضرت امام نستجیر بالله، حضرت امام هم گفتن نفی کردن، ولی نه چنین اتفاقی افتاده. ببینید واقعیات نشون میده که حرکت ما در جنگ حرکتی نبود که بخواد اسرائیل ازش خوشش بیاد. حرکت جریان فطره حرکتی بود، دقیقاً اون بود که آمریکایی‌ها می‌خواستن، دقیقاً اون بود که اسرائیلی‌ها می‌خواستن. اینجا شما می‌فرمایید که باید ما گونه‌ای برخورد کنیم که حرکت نرم افزاری. من همیشه معذرت می‌خوام، من به سرعت میگم. اجازه بدید منم یه وقت دارم. به سرعت میگم. شما میگید حرکت نرم افزاری؟ من به شما عرض می‌کنم، به قول دلم نمیخواد از قول اونها بگم، ولی فعلا به قول نشریه هافینگتون میگم، خطاب به آقای اوباما میگه اگر ما در حرکت نرم افزاری پیشرفت برنده هستیم، پیروز هستیم، پس چرا امروزه با این که ما 50 سال، اون میگه 50 سال تو بیشتر هم هست، میگه با وجود میخوام این حرف بزنم، در حالی که در حالی که ما 50 سال در آمریکا در خاورمیانه حضور داشتیم، امروزه همه مردم از ما در خاورمیانه نفرت از ما هست و روی کرد به انقلاب اسلامی ایرانه. این نتیجه اون نرم افزاری. اگر قرار بود که ما هم در مقابل اون پیشنهادات سازشکارانه کوتاه می اومدیم که الان به اینجا نمی رسیدیم. اشاره کردید که من معتقد نیستم که نظر فلانی دقیقا نظر رهبری. من از رهبری چیزی نیاوردم، من رئیسم رو دارم مستندات رو میارم. نظر رهبری خیلی بالاتر از اونه که من بخوام بهش چیز کنم، بخوام به اصطلاح از ایشون مایه بذارم. نه، من دارم حرف خودمو میزنم و سند رو آوردم. شما اگه این سند رو میگید درست نیست، خب بفرمایید. شما میفرمایید که بایستی بریم بین دموکرات ها و جمهوری خواهان فاصله بندازیم، بینشون لابی. آقای اسقرزاده، اینا مال دهه 40ه. ببخشید شما چند بار به من چیزایی گفتید، من هیچی نگفتم، ولی فقط این یکی رو دلم میخواد به شما بگم. این مال دهه 40ه. واقعا دموکرات ها و جمهوری خواهان در این زمینه با هم تقابلی دارن؟ نه. شما الان ببینید، شما پس ببینید، پس نگید، میگم تهدید ایجاد نکنید، فرصت ایجاد کنید. از فرصت ها شما میفرمایید تهدید ایجاد نه. ما که داریم مسیر خودمون رو میریم،
ما مگه چی؟ مگه ما اومدیم اول کاری کردیم؟ اینکه مثلا بریم سوال اسفنج درست بده. شما اگه مطلبی دارین تیک‌تاک بگیم من دو سوال هم من بپرسم دیگه. حق دارم سوال از شما بپرسم. خواهش می‌کنم. نه بفهم. سوالتون بپرسید. فقط من قبل از اینکه سوال بپرسم بگم که دوستان و همکاران عزیزمون در باشگاه خبرنگاران دارن لحظه به لحظه مطالب برنامه رو روی سایت می‌گذارن www.yjc.ir. می‌تونن دوستان مراجعه بکنن ببینن. من سوالم اینجاست که حالا اشاره کردین همین از کلام آخر آقای شریعت مداری استفاده میکنن در مورد این ارتباطی که گفتیم بعد بریم بین دموکرات ها و جمهوری خواه ها و اینها. من میخوام ببینم قطعا شما اینو قبول دارید که آمریکایی ها توی این مدت خیلی تلاش کردن با ما ارتباط بگیرن، خیلی راه های مختلفی رو رفتن، ولی دوست دارم از زمان شما بشنویم که آمریکایی ها دنبال چه ترکیبی این بر هستن، یعنی اون دولت یا اون بخشی که دوست ایرانی که میخوان آمریکایی ها دوست دارن باهاش ارتباط بگیره چجور ایران چجور دولتی است. برای امریکایی‌ها خب طبیعیه که اگر یک دولت همسوی با خودشون رو بتونن بذارن چیز مثبتیه، منافعشون تأمین میشه. مهمترین تأثیری که تصرف سفارت امریکا داشت این بود که ایران رو از مدار جاذبه امریکا خارج کرد، یه کشور کاملا مستقل کرد. و این بحثی که اونها چی میخوان مهم نیست، اینه که ما چگونه از فرصت‌ها استفاده کنیم. آقای اوباما بالاخره اومده تو مصر و تو ترکیه گفته جنگ، من با جنگ مخالفم و جنگ صلیبی رو نمیخوام راه بندازم. آیا برای ما بهتره که اوباما باشد یا رامنی؟ این که چیز خیلی سختی نیست. درسته تمام اینا پا میشن میرن اسرائیل، حلقه به گوش نظام اسرائیل هستن. خب چه کارش کنیم؟ قراره که ما همه دنیا رو علیه خودمون بسیج کنیم؟ ما قراره نگاه کنیم ببینیم کجاها میتونیم از گپ ها از شکاف های داخل اون جامعه استفاده کنیم؟ مگر جنگ ویتنام رو خود جوانهای امریکایی جلوش وای نستادن؟ بس مگر خود تصرف سفارت امریکا باعث یک نوع بسیج سمپاتیک بین جوانهای امریکایی نشد؟ تو خیلی از کشورهای دنیا این اقدام دانشجویان رو پذیرفتن. خیلی از کارها هست اگر خوب طراحی بشه میتونه تاثیرگذار باشه. یکی از چیزایی که تو امریکا اثرگذار سیستم و سازوکار تصمیم گیری تو اونجا به این گونه هست که لابی های موجود که الان لابی صهیونیست اونجا بسیار قویه تاثیرگذار توی انتخابات. همونطور که اون دفعه ما در انتخاب حزب دموکرات و اومدن برآمدن ریگان تاثیر گذاشتیم، این دفعه هم به نظر من اگر ایران سیاست خودش راجع به آینده قضیه که البته به نظر من قطعا این سیاست این نیست که بگه من رابطه میخوام برقرار کنم، ولی میتونه با یک سورپرایزی در مورد انتخابات امریکا تأثیر بگذاره. شما شاید بگید آخه این که یعنی چی؟ بالاخره چند درصد به نفع ماست؟ معلومه به نفع ما نیست، امریکا دشمنه. ولی این که ما آیا کاری بکنیم که تمامی فرصت‌هایی رو که خودمون میتونیم تولید کنیم تبدیل به تهدید بکنیم، بعدم اینجا وایستیم بگیم این ملت شریف وایستاده داره مقاومت میکنه؟ خب بله ملت مقاومت میکنه. هنر دولت مردا و هنر دولت سیاست مدارا اینه که شرایط رو ایجاد کنه که مردمشون راحت تر زندگی کنن. سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی باشه، نه اینکه ما تو داخل بشینیم چون دلمون میخواد فلان جا بجنگیم یا از فلان آقا دفاع کنیم همه هزینه‌هاشو مردم بکشن. این به نظر من روش غلطی است. سرنا رو از سر گشایش زدنه. ما باید ابتدا تعیین کنیم که منافع ملیمون چیه. یه شورای عالی امنیت ملی داریم، بسیار خوب اون استراتژی امنیت ملی رو ترسیم میکنه، میگه برای ما این منافع، بر اون اساس ترسیم میکنیم چه کاری باید تو دنیا بکنیم. اخیراً من سال بعد از آقای اسرزاده پرسیدم، یه خبری رو نیویورک تایمز زده بود که نمایندگان ایران و آمریکا در دبی دیدار کردن، بعد قرار گذاشتن مذاکرات مفصلی رو هم بعد از انتخابات ریاست جمهوری داشته باشن، که البته شنیده که هر دو طرف تکذیب کردن. این خبر چی میتونه باشه؟ تحلیل شما، تشریح شما از این خبر چیه؟ اصلا اولا یه گروهایی هستن تو ایران و تو امریکا که دلشون میخواد رابطه برقرار کنن، حالا این کارا رو میکنن. اما اگر واقعا یه چنین چیزی بوده باشه، اون چیزی که تو نیویورک مطرح شد که من گفتم همون حرف آقای شریعت مداری رو هم منم قبول دارم از موضع ضعف، و این امریکا اگه بفهمه که ما وقتی داریم وارد مذاکره میشیم داخلمون اختلاف هست و دوچار مشکل هستیم، مثلا نرخ ارزمون اینطوری شده، خب گران میفروشه. ما وقتی باید بریم حضرت امام اگه یادتون باشه سر قضیه مسئله گروگانگیری، مسئله حل مسئله رو سپردن به مجلس و گفتن برید امتیاز بگیرید. اون چهار موردی هم که توی اون
به حساب گزارش شما بود کاملا چهار مورد امتیازگیری بود. یعنی وقتی شما میشینید با یک کشوری دیگه میخواید مذاکره کنید، شما که از اول نمیخواید دستتون رو ببرید بالا، نمیخواید تسلیم بشید، پیش شرط هم نمیخواید بپذیرید، باید ببینید چی گیرتون میاد. به نظر من اگر این مذاکرات مبنی بر این هست که ما موفق بشیم منافع ملیمون رو تضمین کنیم، تامین کنیم، امنیت برای کشورمون ایجاد کنیم، خوبه. اما اگر این نیست و میخواد ذلیلانه یک رابطه مثلا پالس فرستادن و این چیزا باشه، اینها فوق العاده به ضرر کشوره. شما با شجاعت میتونید، به نظر من بین انتخابات آینده ای امریکا، یعنی چند روز دیگه برگزار میشه، تا انتخابات سال 92 هیچ اتفاقی نمیفته، انتخابات 92 ایران، اگر میخواد مذاکراتی شروع بشه، بعد از اون موقعی باید باشه که مردم با یک شرکت و مشارکت بالای انتخابات 92 رو شرکت بکنن و در حقیقت مملکت از این دعواها عبور بکنه، یک انتخابات ریاست جمهوری مقتدرانه پشت سر گذاشته باشه، اون دولتی که سر کار میاد از هر جناحی بیاد، اون میتونه این باب رو جلو ببره، مذاکره رو جلو ببره. ولی این مذاکرات به مفهوم برقراری رابطه نیست، اینا گام هایی است که بعداً باید پله پله طراحی بشه توسط نهادهایی که داخل ایران مسئولیت دارن. حاجی شهید مدری، اگر تا چند ماه دیگه آمریکایی‌ها پیشنهاد گفتگوی مستقیم به ایران دادن، پاسخ ایران چه خواهد بود؟ من اجازه میخوام به یه دو سه تا نکته اشاره بکنم، بعد به این سوال شما پرسیدم. همونطور که آقای اسکرزاده از این فرصت استفاده فرمودن، من اون که گفتم جان کین تصحیح میکنم، این تیموتی اش بود، چون انقدر این عجق و عجق زیاد اومدن ایران و رفتن و با اینا جلسه گذاشتن، خودم اسامیشون رو بعضی وقتا قاطی میکنه. این افتخار اصلاح طلباست که اینا اگه اومدن باش اون جلسه گذاشتن. از اون جلسه چیزی گیره اصلاح طلبا نمیاد آقای. بله گیره اونا نمیگیره، آمریکا اومد. آره خیلی اومد. یعنی گیره اونا که معلوم بود نمیاد. و در ضمن هم افتخار اگه بود باید با افتخار اعلام میکردن، نه اینکه پنهانش کنه. تو دانشگاه تهران جلسه گذاشتن برای آقای نه اختیار داره در این خیابونی من نذارید آدرسش رو بگم. جلسه گذاشتم پنهانم بود. نه پنهان بود. ولی مدافع نیستی. اگه مدافع نیستی چرا دفاع میکنید؟ مدافع یعنی کسی که دفاع میکنه دیگه. و این خیلی زیاده. خب یکی این نکته رو خواستم عرض بکنم. نکته دیگه هم این هستش که این که ایشون میفرمایند باید به گونه ای برخورد کرد که افکار عمومی دنیا رو روشن کرد، من میخوام عرض کنم من به دولت و اینا کاری ندارم، حرکت انقلاب افکار عمومی دنیا رو روشن کرده. شما باورتون میشد که در 80، ببین این دیگه گزارش نیویورکره، گزارش خود CNN با همراه با تصویر، شما باورتون میشد که در 80 شهر آمریکا و کانادا تظاهرات همزمان برپا بشه به حمایت به در محکوم کردن شهادت شهید احمد رو شهید روشن و در مقابله مخالفت با جنگ علیه ایران؟ ببینید چقدر شعارها رو شما ببینید، این کی برگزار کرده؟ تراکارتر خود آمریکایی‌ها. پس ملت آمریکا مردم بله، خوبن. بله خوبه. پس حرکت اینجا دفاع می‌کنیم از مردم، حرکت انقلاب تونسته در اون اثر بذاره قطعاً. پس نفرمایید که باید چیز بکنه. پس میشه با مردم آمریکا رابطه برقرار کنه؟ بله رابطه کسی با مردم که نفی نکرده، بس بس اینه که نرید با سردمداران آمریکا رابطه برقرار کنید. اما برگردیم به این، ببینیم مگه الان جنبش وال استریت حرکتی غیر از اینه؟ اما برگردیم به اون نکته شما، ببینید من می‌خوام اینو عرض کنم، آمریکایی‌ها مذاکره رو برای مذاکره فقط میخوان، نه برای حل مسائل فیما بین. چرا؟ بزرگترین نیاز آمریکا الان چیه؟ ببینید آمریکایی، من این که دارم عرض میکنم، ببینید عین تحلیلی هستش که آقای دیوید فروم در CNN داره دیگه، حرف من نیست دیگه، نگید که کیهان اگر توپخونه نبود مثلا در یه نقطه، از ما افتخار میکنیم که توپخونه هستیم، ولی زبون همین مردم پایین شهر حرف میزنیم، نرفتیم اون بالا کروات بزنیم. عرض شد موضوع شما که ببینید مذاکره رو برای مذاکره میخواد. چرا؟ آمریکایی دنبال اینن، به مجردی که ما پای میز مذاکره نشستیم اونو فاکتور میکنن و به جهان در حال تحول امروز ارائه میدن، با این مفهوم که اگر حرکت شما نهضت های اسلامی، اگر انقلاب های اسلامی منطقه نگاهتون به ایران اسلامی است، به انقلاب به مقاومت 33 ساله ایران اسلامی است، ایران اسلامی هم نهایتا چاره جز این نداشت که با ما کنار بیاد، با ما سر یه میز بنشینه.
ببین این حرفی هست که خودشون میزنن. من خوبه یه تیکه از تحلیل آقای دیوید فروم بگم. ببین دیوید فروم میگه ما فرض کنید که فردا ایران از در برنامه هستیش کوتاه اومد، بعد ما میخوایم چیکار کنیم؟ بعد ببینید با صراحت میگه تحریم ها به خاطر برنامه هسته ایران نیست. این تحریم ها هدف نهایی تحریم ها دو هدف اصلی است: یک، در مرحله اول تغییر رفتار، و در مرحله دوم تغییر ساختار، یعنی تغییر براندازی نظام. بعد میگه ما در تغییر رفتار، به تغییر رفتار نیاز مبرم داریم برای ارائه کردن به دنیای در حال تحول خاورمیانه. و درست هم همینه، یعنی ببینید میخواد بگه مثل قیصر که همه راه‌ها به روم ختم میشه، خود بگه اگر قرار باشه که شما پای این مذاکره بشید به شما چیزی نمیدن. تا به حال چندین بار چنین، مثلا فرض کنید مگه ما در مورد همین برنامه هسته‌ایمون با آمریکایی‌ها از طریق 5+1 مذاکره نداریم؟ شما میفرمایید که برنامه‌ها رو، شما فرمودید که همه کارا رو دولت آقای خاتمی کرد. من میخوام بگم به یه نکته دوباره اینو اشاره کنید، به اشاره کنم، نمیخوام با آقای خاتمی چیز کنم. بله، در دولت آقای خاتمی اتفاقاتی افتاد، در اون حرفی نیست. منتها ببینید اینقدر ما پیش رفتیم تا اینکه در اجلاس لندن وقتی بهشون گفتیم بهترین تضمین چیه، چون در اجلاس پاریس از ما تضمین خواسته بودن، قرار شد تو اجلاس لندن ما تضمین بدیم، تضمین عینی بدیم و از اونا تضمین قطعی بگیریم. تضمین عینی بدیم که دنبال تولید سلاح نیستیم. وقتی ما وارد اجلاس لندن شدیم، ترویکای اروپا، اون سه کشور اروپایی، حرفشون این بود، گفتن بهترین تضمین برای ما آن است که شما اساسا از برنامه‌های هسته‌ایتون دست بکشید. این که دیگه رسما اعلام شد. بعد از اون بود، ببینید اینا در دولت آقای خاتمی، بعد از اون بود که قرار شد برنامه‌های به تعلیق درآمده یک به یک از سر گرفته بشه، چون همه برنامه به تعلیق درآمده بود. آغاز کار از یوسف اصفهان بود، کارخانه یوسف اصفهان که کیک زرد رو، یعنی هگزافلور بله، کیک زرد رو تبدیل به هگزافلور اورانیوم میکنه که بعد میره توی نتنز. خب ببینید آغاز از اونجا بود. شما برید گزارش‌ها رو ببینید چه سر و صدایی کردن. آمریکایی گفتن ما تحریم، آمریکایی گفتن که ما حمله میکنیم، فلان میکنیم، و تنها یک نفر وایستاد گفت نه ادامه میدیم، و به یوسف اصفهان از سر گرفته شد. و افرادی که تو همون دولت بودن خیلیشون مخالف بودن. من نمیخوام بگم نقض به چیز کنم، من اینو قبول دارم که اینجور تصمیمات کلان در یه جای دیگه گرفته میشه، اما در مورد اون نکته مورد نظر شما، همونی که عرض کردم، به نظر من برداشتم اینه که مذاکره برای مذاکره میخوام، برای مذاکره میخوام. من این الگویی کردم دست مردم منطقه است رو به نوعی بگم اونا آوردیم پای میز مذاکره. اگه این باشه باید اصلا مذاکرات چین و امریکا و روسیه و امریکا و همه کشورهای مستقل با امریکا رو تعطیلش کنیم. چین الان چی شک ملابی نیستن در دنیا مذاکره توی دنیا مثلا شما میتونید بعد الان شما توی خاورمیانه شما تو... من یه نکته از آقای فهمی هویدی بگم. چرا شما مذاکرات آقای لاریجانی و سومنا آقای شریعت مداری که در دولت آقای احمدی نژاد انجام شد و در سال 85 به توافق 4.5% غنی سازی رسید و توسط آقای احمدی نژاد کنار گذاشته شد؟ آیا اصلا بزنیم بحث دولت صحبت بکنیم. یه شریعت مداری بحث هستی رو دارید میکنید. من که عرض کردم ما در مذاکرات هستی یه نمونهش، من نظرم میخوام شما در همین مذاکرات همه دستاوردها رو ما کنار میذاریم. من آمریکایی ها در همین مذاکرات هسته‌ای تا حالا نشون دادن که اصلا صادق نبودن. شما ببینید این پرونده هستی موجوده دیگه. حالا آیا اثر میشه خودمون بعد بحث گفتگو دوباره شما نوبت شماست. شما بفرمایید. ببینید دوست عزیز آقای رنجبران و جناب آقای شریعت مداری، در این که نه امریکا، مگه ما دنبال این نیستیم که اگه امکان این رو داشته باشیم که یک دولت طرفدار خودمون تو امریکا ایجاد کنیم؟ همه کشورها وقتی میتونن شعارهاشون منطقی باشه که به یک توازن قدرت با یک کشور دیگه رسیده باشن. اتفاقی که باید بیفته اینه که شما با دارای این توان تأثیرگذاری باشید. اگه نباشید هر مذاکره ای، این حرف آقای شریعت مداری رو من قبول دارم، اگر دارای این پتانسیل از درون نباشید، دارای این توانایی ملی نباشید، دارای اجماع ملی نباشید، یک فهم مشترکی از منافع ملی نداشته باشید، بله پای میز مذاکره میخورنت، ولی قرار نیست پای میز مذاکره بریم که ما رو بخورن.
قرار پای میز مذاکره بریم که زندگی مردم رو راحت تر کنیم. این اتفاقی نیفته که داره میفته تو خیابونای تهران. به جای زندان اوینی که آقای احمدی‌نژاد میخواد بره بازار تهران ببینه چه خبره، بره تو بیمارستانا ببینه چه خبره، اونجا رو بازدید کنه. من ببخشید، ببینید در مورد این که ما همینطوری شعار بدیم بعدم از مردم هزینه کنیم، بگیم خب ما پای هیچ میز مذاکره ای نمیریم، خب آخه این از کجا شما در میارید؟ من میگم بابا تمام این صحبت هایی که از اول انقلاب شده تا حالا مقید و مشروط بوده. شما نمیتونید بگید اساس مذاکره برای این است که فلان. من براتون کد دادم بعد از قطعنامه 598 بین دولت ایران و دولت عراق مذاکره شد، ما بر اساس مذاکرات امتیاز گرفتیم. مذاکره به این مفهوم نیست. اگرم فکر میکنید که امریکا یک قولی است، یک هیولایی است، این امریکا حراسی باعث میشه که ما اصلا قدمی بر نداریم آچمز بشینیم، این چه وضعیه برای مملکت داریم ایجاد میکنیم؟ شما باید این اعتماد و این اطمینان رو به کارشناساتون، به دیپلماتاتون بشینه بدید تا اونها بررسی کنن ببینن چه راههایی میشه امتیاز گرفت از امریکا و چقدر منافع کشور رو تأمین و تضمین کرد. اونها قطعا همینطوری دو دستی به شما نمیدن. اونا از ما خوششون نمیاد، از انقلاب خوششون نمیاد، همون زمانم هم دلشون میخواست شاه برگرده. الانم اگه بتونن، بله این حرف آقای رنجبران، اگه بتونن یک دولت طرفدار غرب ایجاد کنن شکی نیست، ولی قرار نیست که بنده حاکم قطر و بحرین و عربستان و ترکیه و عراق و انگلیس و فرانسه و امریکا همه رو کنار هم بذارم بگم شما دشمن مایی. آخه چرا باید این تصور رو ایجاد بکنیم؟ یکم اجازه بدیم که نفس بکشیم. خود جناب علی آقای شریعت مداری بحرین رو یه چیزی نوشتید که بعد بحران ایجاد کرد تو رابطه ایران و بحرین. بحرین جزء سرزمین ایران، شما به چه حقی رو می‌نویسید؟ بنده هم اعتقاد دارم که بحرین یک زمانی متعلق به ایران بوده. ما حق نداریم وقتی یک کشوری یک نظامی مستقر دیپلماسی داره، رهبر داره، قانون اساسی داره، شورای نگهبان داره، بشینیم هر چی می‌خوایم بگیم بعدم بحران ایجاد کنیم وزیر خارجه پاشه بره اونجا. به نظر من بعضی از این حرفا اگه آقای جرنجبران این جلسه میخواد ادامه پیدا کنه بنده تا نماز صبح در خدمتونم، اگه نه خواهش میکنم یک جلسه دیگه بذارید با آقای. من حرفای زیادی دارم، باید بشینیم ما سنگامونو وا بکنیم. این نسل جوونی که الان به من و شما و آقای شریعت مداری مشکوک نگاه میکنه، وقتی منو میبینه میگه شما چرا رفتی سفارت امریکا رو گرفتید که زندگی ما اینطوری بشه؟ من باید برای او ثابت کنم که اگر این کار نمیشد مملکت شما بدبخت‌تر میشد. اگر این کار بشود چه اتفاقاتی میفته، مثبت یا منفی؟ ما باید رو واقعیات حرف بزنیم. مذاکره کلن بگیم بد است، همون تبرر، این بینش دایی جان ناپلئونیه. همه دنیا رو امریکا صهیونیست‌ها گرفتن، اصلا نمیشه نزدیک امریکا باشه شد. ببخشید من یه سوال دیگه داشتم از آقای اسخر رو بدم خدمت شما. من ببینید موضوعات زیادی مطرح شده، شما یه وقت حاجا بذار من سلام از آقای اسخر بپرسم همین خدمت شما برگام آقای اسخر زاده. الان در آمریکا صحبت از گزینه‌های پیشرو در مقابله با ایران هست که آمریکایی‌ها چه کار با ما می‌خوان بکنن. سه تا گزینه عمده مطرح هست، که اینکه پذیرش ایران هسته ای و کنار اومدن با اون، یکی پذیرش ایران داره توانایی غنی سازی محدود، و یکی هم حمله محدود برخی از تأسیسات ما، تأسیسات اتمی، و برای جلوگیری از قدرتمندتر شدن ما تو این عرصه. به نظر شما آمریکا کدوم یکی از این گزینه‌ها؟ اولا تبریک بهت میگم آقای رنجبران در اینکه سوالایی رو که انتخاب میکنی فوق العاده به حساب انضمامی و چیز قابل لمسه. این خیلی کار خوبیه و این برنامه اگه بره به این سمت، بله در اینکه امریکا کدومی که از این، اولا گزینه این که میگن رومیز هست گزینه، اینا شوخیه. حمله نظامی به این کشور امکان پذیر نیست، یعنی حمله نظامی جز این که ملت رو متحد بکنه هیچ اثر، خود اونا میدونن که چه آثاری داره این حمله نظامی. اما گزینه اینی که دارن میگن بخشش امریکا داره تبلیغ میکنه به خاطر اینکه نظر یهودیا و صهیونیستا رو جذب کنه، ولی به نظر من دموکرات ها و اوباما گزینه روی میزش طبعا گزینه ایش که به سمت مذاکره میره برعکس رامنی. البته من میگم در فاصله انتخابات امریکا تا انتخابات سال 92 اتفاق خاصی شاید نیفته، چون اونها وقتی میخوان مذاکره کنن که تکلیف دولت آینده مشخص تر شده باشه. اما به نظر من امریکا به این سمت خواهد رفت اگه شما یه مقداری با مدیریت کنید، مدیریت در حقیقت این مذاکرات صورت بگیره به سمت اینکه بپذیرن صلاحیت‌های هسته‌ای کشور رو تا یک درصدی از غنی‌سازی. درسته یه زمانی میگفتن که ما اصلا غنی‌سازی رو قبول نداریم، باید تعطیل بشود، باید فلان بشود، ولی بالاخره دیدید که کوتاه اومدن. درسته من میگم دنبال امتیازگیری هن، اصلا میز بین المللی اینطوری نیست که
از اولش بیان عاشق چشم ابروی ما باشن و بخوان هی بهمون امتیاز بدن. باید شرایطی پیش بیاد. به نظر من بین این گزینه‌ها گزینه واقع بینانه‌ترش اینه که افکار عمومی امریکا چگونه هدایت کنه رئیس جمهور بعدیش رو و چگونه اون رو در رابطه با اقتصاد خودش ببینه. برای مردم امریکا مسئله غنی‌سازی ایران به نظر من اصلا مهم نیست. اینی که 47 مرتبه اسم ایران توی مناظره رامنی و اوباما برده بشه، این برای مردم امریکا مهم نیست. برای مردم امریکا فقط مهم اینه که چه رابطه‌ای بین این انرژی هسته‌ای ایران و دعوایی که اینا با ایران دارن با زندگی و معیشت روزمره‌شون هست. و به این دلیل هست که اگر ما بتونیم رو افکار عمومی امریکا و دنیا کار بکنیم و جلوی اجماع جهانی رو بگیریم، میتونیم به امتیازات هسته‌ای بهتر هم دست پیدا کنیم. خب ما سه بار زمانمون تمدید شد. اول دیگه آخرین باری که به ما لطف کردن و زمان دادن 10 دقیقه دیگه دادن مدیر شبکه. عرضم حضورتون که از این 10 دقیقه 5 دقیقه برای شماست، 5 دقیقه برای اصلاح در خدمت شما هستم. بله ببینید، من فکر میکنم که بهتر موضوع روی بستر اصلی خودش بره. ببینید آقای اصغرزاده میگن که ما بایستی در حالی که قدرت بالایی داریم در اون حال وارد مذاکره بشیم، یعنی از توان و موضع بالا. کاملا درست. خب ببینید، اتفاقا بحث الان بر سر همینه. دوستانی که پیشنهاد میکنن که ما کوتاه بیایم. ببینید بحث بر سر اینه، میگن و چون به گردش نمیرسی برگرد. ما میگیم نه، ما توان و قدرت داریم به عنوان اگر قرار باشه که یه روزی بحث بر سر مذاکره باشه، دیگه نباید طرف مقابل برای ما شرط بذاره. اونا برای ما شرط میذارن، اونا نتیجه مذاکره رو از قبل تعیین میکنن. اینا که توی اخبار و گزارش های خود اونا هست. چرا شما، من عذر میخوام، یه موقع است که شما آرزوها و خواستهای خودتون رو میگید، یه موقع است که مستندات موجود رو میگید. واقعیت موجود اینه که اونا دنبال مذاکره با شرط تعیین نتیجه نهایی هستن. شما میفرمایید که مثال میزنید، میگید مگه ما با عراق مذاکره نمیگه؟ الان بحث مذاکره با عراقه. کی گفت ما با عراق مذاکره نکنیم؟ اصلا بحث اون نیست، بحث مذاکره با عراق نیستش که. اینم که میفرمایید روی افکار عمومی آمریکا اثر بذاریم، من به نظرم میاد که اینا شعارهای خوبیه، ولی مصداق بیرونیشو ببینید. آیا شما جنبش وال استریت رو قبول دارید؟ چه جنبشی هست دیگه؟ بله. آیا قبول دارید که اونا شعار اصلیشون نفی نظام سرمایه داریه؟ نه. بله. اینا از کجا در آوردین؟ شعار خودشونه. هیچ کدومشون نمیگن نظام سقوط کنه. آقای عزیز، میگن بابا چرا این کنم؟ آقای عزیز، نگید نمیگن نظام سقوط کنه، میگن ما نظام سرمایه داری، میگن باید نظام سرمایه داری برچیده بشه. این شعارشونه. نه ببینید آقا، اینا تابلوهاشونه. کسی ترجمه نمیکنه. اینا عین مطالبی هستش که اتفاقا خودشون مطرح میکنن. همین صدا سیمای ما تابلو، شما مگه تا پلاکارد اونا رو ترجمه میکنید؟ این که دشمن اصلی ما کاپیتالیسم است رو مگه شما ترجمه میکنید؟ این که ما 99% و حاضر نیستیم، نه مال 40 سال، مال همین یک سال قبل. من جواب شما مگه نمیگم مال، مگه شعار ما یک حاضر نیستیم زیر بار حاکمیت 1% بریم، مگه مال اونا نیست؟ ببینید من تعجب میکنم آقای اصغرزاده. یه نکته ای رو برای شما بگم، همین آقای برژینسکی که الان صحبتش درست، همین آقای برژینسکی در روز 29 می 2011، شما میتونید نظر این نکته ای رو که من عرض میکنم برید روی سایت دویچه وله، خب در اون تاریخ میبینید، یعنی شما 27 برید، چون روز 27 دویچه وله نقل کرده جای دیگه.